مراد ویسی همکارم از واشنگتن با ماست. مراد، به گمانم وضعیت پیچیده و تلخی شاید برای آقای موسوی باشه، اینطور نیست؟ برای اینکه از یک طرف تعداد قابل توجهی از منتقدان و معترضان جمهوری اسلامی از او عبور کردند، ولی از طرف دیگر جمهوری اسلامی هم به او امتیازی نمیده و حالا به نظر میاد که وضعیت جسمیش هم خیلی شرایط جالبی نداره. به نظر میاد که دعوای رهبر جمهوری اسلامی با میرحسین موسوی وجوه مختلفی داره که کمک کرده که این دعوا اینقدر طولانی بشه. فارغ از اینی که میرحسین موسوی در سال 88 رهبر اعتراضات بود، مهمترین اعتراضاتی که تا اون موقع بود، و ایستادگی کرد در مقابل خامنه‌ای و نتیجه انتخابات رو نپذیرفت که به شدت رهبر جمهوری اسلامی رو دچار چالش کرد ساختار حکومت، ولی من فکر میکنم فراتر از اون این بحث هست که یک دعوای شخصی بین این دو نفر هم وجود داره، به دلیلی که در دهه 60 میرحسین موسوی دست برتر رو داشت و خامنه ای رو با ما رئیس جمهور نادیده میگرفت و بعد خامنه ای که این فرصت براش پیش اومد به این معادله رو به ضرر میرحسین موسوی تغییر داد. میتونم بگم معادله که علی خامنه ای در مقابل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد داره یک نوع کینه ورزی صبورانه است. یعنی علی خامنه ای خب معلومه کینه ورزی داره میکنه در مورد میرحسین موسوی، ولی این کینه ورزی چه در مورد موسوی چه در مورد منتقدین دیگرش، حتی هاشمی رفسنجانی، توأم با نوعی صبره. یعنی علی خامنه ای عجله‌ای برای انتقام گرفتن از مخالفین سرشناس درون جمهوری اسلامی نداره، صبر میکنه و اونها رو یا کامل از رده خارج میکنه یا به نوعی مرگ تدریجی رو براشون فراهم میکنه. ضمن اینکه شما الان ببینید میرحسین موسوی 82 سالشه، یه فرد 82 ساله در شرایط عادی هم نیاز به مراقبت‌های بیشتری داره، چه برسه به اینی که 13 سال در حصر باشه، در یه خونه، ارتباط با جامعه نداشته باشه، با محیط نداشته باشه. به طور طبیعی میتونیم بگیم بله، این یه نوع مرگ تدریجی آمدانه است که حکومت تصمیم گرفته در مقابل میرحسین موسوی بهش عمل بکنه، ولی این رویه رو در مورد مهدی کروبی حداقل در پیش نگرفت. چرا به نظرت نتونسته در این مدت سرمایه سیاسی بیشتری جمع بکنه آقای موسوی؟ برای اینکه عملا بالاخره جلوی خامنه ای ایستاده و همونطور که خودت هم اشاره کردی 13 سال در حبس خانگی، ممکنه در یک فضای سیاسی متفاوت در یک جای دیگری در دنیا چنین کسی همچنان یک رهبر خیلی پویا به حساب بیاد. چرا به نظرت اونقدر مثلا در همین اعتراضات سال گذشته اسمی از او نمیشنیدیم؟ این مشکل آقای موسوی نیست، مشکل اینه که جامعه خیلی خط و مرز رو جلو برده دیگه. یعنی به گفتمان آقای موسوی دیگه کفایت نمیکنه جامعه، به گفتمان اصلاح طلبها یا حتی گفتمان میرحسین موسوی که نوعی گفتمان دینیه برای اصلاح جمهوری اسلامی، حالا در این اواخر گفته همه پرسی هم بکنیم، نوعی فرض کنید جمهوری عرفی هم پذیرفته آقای موسوی اگر اتفاق بیفته، ولی چون بنمایش بنمایه فکری گفتمان اسلامگراییه، ولی فرض کنیم مثلا به نظر خودش معتدل باشه، ولی جامعه از این عبور کرده. ضمن اینی که مثلا آقای موسوی یه واژه‌ای داشته مثل دوران طلایی امام، خب جامعه به دوران آیت الله خمینی حساسیت جدی داره و دهه 60 رو یک دهه خونین و سیاه میدونه. به نظرم مشکل آقای موسوی نیست، ولی بحث در اینه که جامعه دیگه از اصلاح طلبها و گفتمان حتی اسلامگرایی مثل میرحسین موسوی و بقیه عبور کرده. منتها علت اینه که حکومت رهاش نمیکنه، حکومت هنوز احساس میکنه که میرحسین موسوی میتونه یک جای کاتالیزور باشه. یعنی اگر مخالفین جمهوری اسلامی قدرتشون به جایی برسه که مجموع مردم ایران بخوان از جمهوری اسلامی عبور کنن، میرحسین موسوی به دلیل نفوذی که در بعضی از لایه‌های جمهوری اسلامی داره شاید بتونه در اون مرحله خشونت رو کاهش بده، عبور از جمهوری اسلامی رو کمک کنه کم خشونت باشه. این حکومت رو نگران میکنه. ولی در آستانه در آستانه قتل مهسا امینی و همطور که اشاره کردی 80 خورده سال سن داره، اگر یک اتفاقی براش بیفته با توجه به وضعیت جسمی که داره، برای جمهوری اسلامی نمیتونه خود این پرهزینه تر باشه درست در سالگرد مرگ مثلا؟ فکر نمی کنم. مثلا اعتراضات سال گذشته این دیگه مثلا خب هزینهش از مرگ احتمالی آقای موسوی بیشتره. جمهوری اسلامی امیدواره، یعنی علی خامنه ای و سپاه
دقیقاً، که به یک مرگ تدریجی بمیره، مثلا در آستانه مرگ احتمالا مثلا رها کنن، بعد از چند وقت بمیره یا در حسب بمیره و بتونن به عنوان یک التهاب چند روز و چند ماهه به شیوه‌های خودشون کنترلشون بکنن. به نظرم حکومتی که با اعتراضات سال گذشته روبرو شده که جمهوری اسلامی رو تا روی پل برده و ممکن بود جمهوری اسلامی رو ضرب فنی کنه و همین امسال هم با این روبرو هست، نسبت مرگ موسوی با این اعتراضات اینطوری نیست که مثلا جمهوری اسلامی خیلی از مرگ موسوی در حصر بترسه. جمهوری اسلامی ترس بزرگترش مردمی هستن که هر لحظه امکان داره در هر گوشه کشور و به هر دلیلی دوباره قیام بکنن و حکومت رو سرنگون بکنن. ممنونم از تو مراد ویسی همکارم از واشنگتن.